انجمن خانواده های جانباختگان پرواز پیس 752 میگه حامد اسماعیلیون دبیر و سخنگوی این انجمن از سمت خود کنار گیری کرد. در ایمیلی که به اعضای این انجمن روز سهشنبه 16 اسفند ارسال شد و نسخه در اختیار صدای آمریکا قرار گرفت اومده کنارگیری دکتر اسماعیلیون به دنبال پذیرش نقش رسمی اون در انقلاب ایران صورت میگیره. این تغییر به اون اجازه خواهد داد زمان را رو بر روی نقش جدید خود به کار برده و تمرکز بیشتری رو آنچنان که باید و شاید در این مقطع حساس تاریخ ایران ایفا کنه از شش ماه پیش که اعتراضات در ایران آغاز شد حامد اسماعیلیون در چند فراخان خواستار حضور ایرانیان خارج از کشور برای پیشبرد روند عدالت خواهی شد تجمع برلین با حضور حدود 100 هزار ایرانی از جمله این فراخان ها بود. ساعتی پیش هم حامد اسماعیلیون در یک پیام ویدیویی درباره کنارگیری خود توضیح داد. انجمن خانواده های جانباختگان پرواز پی 752 بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی تشکیل شده بود. سپاه فاسد پاسداران در 18 دی ماه 98 به سوی هواپیمای اوکراینی حمله کردند و همه 176 سرنشین اون جان باختند. حکومت ایران ابتدا اشکال فنی رو دلیل سرنگونی این هواپیما اعلام کرد. با فشار کشورهای غربی جمهوری اسلامی نقش و سپاه را و پذیرفت اما هرگز مقامات ارشد در این مورد تحت پیگرد قرار نگرفتند در ویدیویی که توسط حامد اسماعیلیون در فضای مجازی منتشر شده افشاگری تاریخی توسط اسماعیلیون کار نظام را یکسره کرده تماس ناباورانه با شبکه ماهوارهای و افشاگری حامد اسماعیلیون داغ تازه را رو بر دل جمهوری اسلامی و سپاه کسیف پاسداران و خامنی زحاق گذاشته حامد اسماعیلیون مصممتر از گذشته با هدف سقوط جمهوری اسلامی پای خودش رو در سمت جدیدی که منصوب کرده محکمتر میکنه تا با دست گذاشتن در دست مخالفان جمهوری کثیف اسلامی به سرنگونی هرچه زودتر رژیم وقیه جمهوری ولایت وقیه کمک کنه از توصیه معمور با شرف تروریسم اسلامی مقیم لندن و همکار با شرف دیگرش حسین شریعت مداری به سران حکومت در قبال مسئله حملات شیمیایی به مدارس دختران خبر دارین؟ گفتم شرف راستی با شرف کیه؟ با شرف کسیه که به نفع خودش دروغ نمیگه و اگر راست گفتن به زیانش هم تموم بشه از اون رویگردان نیست با شرف به زور به مردم حکومت نمیکنه بلکه برای آهاد مردم احترام قائله با شرف برای آزادی و عدالت هزینه میذاره و فداکاری میکنه با شرف به حق کسی تجاوز نمیکنه با شرف مخالف تروریسم و آدم از بین بردن و با اون در حد توان خودش مبارزه میکنه با شرف زن و مرد رو از نظر برخورداری از ارث برخورداری از حقوق اجتماعی و مناسبات زن و مرد برابر میدونه و طبعا با چند همسری چه آشکار و چه پنهان مخالفه با شرف مذهب رو وسیله کسب قدرت و ثروت نمیکنه. با شرف به این کلام جاودانه فیلسوف و مسلح بزرگ تاریخ بشر زرتوش پندار نیک گفتار نیک کردار نیک وفاداره با شرف اگر به هر دلیل اشتباه یا لغزش و انحرافی در زندگی از اون سر زده باشه از خود انتقاد میکنه و در صدد جبران برمیاد حالا پرسش من از شما اینه که افرادی مثل عطاالله مهاجرانی که به خاطر منافع خود حملات شیمیایی جنایتکاران رو به گردن فعالان جنبش زن زندگی آزادی میندازه و به رژیم برای فرار از مسئولیت و انجام جنایات جدید رهنمود میده یا افراد دیگه مثل حسین شریعت مداری پوفیوز که به خاطر اهداف کثیف و ضد ایرانیش به هر دروغی متوسل میشه قالیباف رئیسی محسنی جعی و رهبر حرومزاده معظمشون که به خاطر قدرت همه ی آزادی های ملت ایران رو مصادره کردن خونی ی ملت رو به شیشه کردن و حاضر به هر جنایتی از جمله حملات شیمیایی به مدارس دخترانه سراسر ایرانن چه نام دارن؟ آیا فقط واژه بیشرف کفایت میکنه؟ اینها بیشرف های ایدئولوژی تروریستی اسلام سیاسی هند که از انسانیت هیچ بویی نبردن و اگر مردم ایران به لحاظ فرهنگی پیشرفته و آگاه نبودن حتم بدون این که از داعش بدتر میکردن چون از اونها هم جنایتگارترن وقتی بیشرفی انسانهای پست با اعتقاد به اسلام سیاسی جهادگر همراه میشه دروغهای بزرگ و جنایتهای بزرگ علیه انسانهای بیگناه به شغل روزانهشون تبدیل میشه حالا سردستگان این تایفه جنایت پیشه از جمله خامنه ای، رئیسی، محسنی جعی، رئی، قالیباف و فرماندهان حرامزاده سپاه پس از سه ماه حملات سازمان یافته شیمیایی به صدها مدارس دخترانه سراسر ایران پس از سه ماه سکوت ناگهان به این نتیجه رسیدن که این جنایت رو خودشون محکوم کنن و بگن مرتکبان به جنایت علیه بشریت دست دادن که رئیسی پوفیوز گفت و مفسد فلعرز هستند که محسن ایجهی ای گفت و باید به اشد مجازات برسند که خامنی زها گفت و اما نقشه چیه؟ آیا قرار همون گونه که میگن مسببین حملات شیمیایی یعنی مامورای خودشون رو به اشد مجازات محکوم کنن و مغز خودشون رو هم متلاشی کنن؟ اینها بعد از سه ماه حملات شیمیایی به مدارس ایران و حتی دستگیری و سرکوب معلمان خونواده ها و روزنامه نگاران که برای حقیقتیابی یابی تلاش میکردند از جمله روزنامه شجاع علی پور از ترس افکار و دست به فرار از جلو زدن و حالا میگن میخوایم مرتکبین رو مجازات کنیم البته مرتکبین که خودشون و عواملشون باشن که هرچی کردن برای نجات حکومت اسلام بوده و مستحق ترفی مقامن پس قرار مرتکبین از میان بیگناهان انتخاب بشن زیر آزار و های وحشیانه اعتراف کنن و تو صدا و سمای کریه اسلامی به کارهای ناکرده اعتراف کنن و بعدم به راحتی حذف بشن تا عدالت اسلامی به کاملترین وجه ممکن اجرا بشه قربانیان نقشه پلید رژیم باید بگن ما برای بدبین کردن مردم به رژیم به حمله شیمیایی روی آوردیم و یا دشمن خارجی به ما پول داده و کسی هم نباید از اونها بپرسه که شما مگر چقدر امکانات شیمیایی چه تعداد وسیله نقلیه و چه تعداد آدم های مجرب و سازمان یافته در اختیار داشتین که به 20 استان و صدها مدرسه حملات شیمیایی کنین و دستگاه های اطلاعاتی و دوربین های روی در کنار مدارس و اماکن خیابون ها تو این سه ماه هیچ ردی از شماها پیدا نکنن اما ایرانیان همه میدونن که آمران که هیچ حتی هیچ یک از عاملان این حملات به هیچ وجه به مردم معرفی نمیشن به منظور پیشگیری از رفتار خشونتبار مسموم سازی دانش آموزان از حاکمیت میخوان به هیئت از فعالان مدنی سنفی و سیاسی مستقل به همراه جمعی از پزشکان و اساتید متخصص و وکلای مدافع حقوق بشر اجازه بررسی همه جانبه بده تا ما خودمون بفهمیم که چه بلایی بر سرمون دارن میارن.